بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با جمعه خان پویا سخنگوی مرکز هماهنگی نهادهای شمایی و مدنی جوانان افغانستان آقای پویا سلام بر شما خوش آمدین اه. در مورد سمیش. این اظهار نظرهایی که آقای امرالله صالحی داشتن استفاده از ادبیات قم واقعا تا چه حد در اوزای کنونی افغانستان خطرناک است و چه پیامت های ناگوار داشتن میتونه تشکر سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما همه دستان در کاران تلویزیون جهانی تلو نیوز و همچنان برندگان محترم تلویزیون شما اما در جواب سال شما باید گفت که حرف آقای امرالله صالح را از دو جهت و از دو زاویه میتونیم بررسی بکنیم از یک لحاظ حرف آقای صالح را خیلی نمیتوان جدی گرفت از طرف دیگه هم حرف آقای صالح تقریبا می شود گفت که نزدیک هست به واقعیت که فعلا در افغانستان جریان دارد من فکر میکنم ظاهرا او چیزی که از حرفای آقای صالح برداشت میشد ای بود که آقای صالح بیشتر یک سری کسای را یا به عبارت دیگر رهبران سیاسی سنتی که آنها در پست های کلیدی دولت فعلا حضور دارد اما حاضر نیستن تن به تصمیم حکومت بدهد و مشخصا آقای صالح نظرشان ای بود که اینها در بعض موارد متوسل زمانی که منافعشان در خطر میفته زمانی که می بیند تجارت سیاسیشان در خطر هستن می دست به یک سر اقداماتی میزنه که اصلا متوجه پیامدها ها و عواقب و او اقدامات و او اظهار نظرها نیسته ای مشخص هست فعلا پالیسی که حکومت افغانستان داره و مشخصا جنجالی که فعلا سر والی برکنار شده بلخ هست آقای تا محمد نور یا بعضی مسائل دیگر در افغانستان حاکی ازی هست که اگر از با توجه به اینکه آنها ادعا می کنند که خب حکومت وحدت ملی در افغانستان بر اساس یک توافق به وجود آمده بنابراین کسی این توان را نداره که بیاید و ما بگه شما باشید یا نباشید یا مثلا توان ازل ما را داشته باشه من فکر میکنم که اگر کم منصفانه قضاوت بکنیم خیلی اشتباه خواهد بود که سیاسیون ما یا به عبارت دیگر بازیگران سیاسی سنتی ما تا هنوز بر ای باور باشه که چون حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق به وجود آمده دیگه بناهن هر بیقانونی را که ما در افغانستان راه بیندازیم قابل قبول باشه خب اگر حکومت هم بر فرض بر اساس توافق در افغانستان شکل گرفته من فکر میکنم دال بر این نیست و دلالتی بر این نمیکنه که ما مثلا به طور مثال بیاییم 34 ولایت افغانستان را تقسیم بکنیم و بر اساس یک سیستم تقسیم بیاییم همه چیز را در افغانستان نادیده بگیریم حالا از اوزای متشنج افغانستان هم نگرانی شده شما گفتین که اگر از یک نگاه ببینیم این حرفای که آقای امرالله سالی از ادبیات قومی زدن که استفاده میشه و قدر زیاد جدی نیست اما واقعا در شرایط کنونی که افغانستان با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکنه و خود حکومت که از طرف بعضا انتقاد میشه که این حکومت مشروع نیست فکر میکنین این خیلی تهدید ایجاد نمیکنه؟ خب این که حکومت مشروع نیست این برای همه مردم افغانستان واضح است که حکومت وحدت ملی بعد از یک انتخابات بسیار مسخره در افغانستان که از او به عنوان یک تنز در نزد جهانیان به نمایش گذاشته شد بر اساس توافق و بر اساس مسلحت در افغانستان به وجود آمد اما پالیسی که فعلا دولت در پیش داره مشخصا به هاشیراندن قلدر معابان یا امیران قلدر آب از قدرت من فکر میکنم که ای بر میگرده به نوع دید ما نوع دید بازگران سیاسی نسبت به مشارکت سیاسی و نسبت به قدرت در افغانستان شما ببینید زمانی که یک والی یا هر کسی دیگه از هر پست و مقامی که می چون اظهار نظر میکنه که کسی توان برکناری ما را نداره ای به این است که تا هنوز نوع نگاه بازگران سیاسی ما نوع نگاه نخبگان سیاسی نسبت به قدرت یک نگاه شخصی قومی قبیلوی و حتی ناموسی است بحث را اصلا ناموسی کرده به میگه کسی توان بر کنار ما را نداره یا یکی حکومت بر اساس توافق شکل گرفته و کسی چنین حق را نداره این به این که تا هنوز دید ما نسبت به قدرت یک دید ناموسی هست تا هنوز او را به عنوان یک ناموس می و الا من فکر میکنم که ازل و مقرری در یک سیستم حکومت داری یک امر طبیعی و معمول هست حالا در کنار این موارد که از استفاده از ادبیات قومی هست آنچه که خیلی مهم هست این است که این تنش هایی که وجود داره میان حکومت واقعیت ها باید پایان پیدا کنه تا عبدالله عبدالله هم از این ناحیه ابراز نگرانی کرده و این که اعضای افغانستان بدتر از این نشه پس شما فکر میکنین راه که بتونه این موارد را حل بسازه و مواردی که تفرقه ایجاد میکنه را از میان برداره چی هست؟ خب به بهترین راه و بهترین گزینه به پایان دادن به بحران بدون شک گفتگو و مذاکره هست در کوتاه مدت پالیسی حکومت افغانستان را آدم میتونه بگه که اگر اینها نتانه بحران را مدیریت بکنه با این پالیسی که نا در پیش گرفته افغانستان به یک سمت و سوی بسیار وحشتناکی در حرکت هست و ممکن به تزیه افغانستان یا خیلی مشکلاتی دیگه در افغانستان بیانجامد اما پالیسی حکومت وحدت ملی مبنی بر حاشیه راندن یک سری کسای کنها تا هنوز دید ناموسی و دید قبیلوی نسبت به قدرت و موقف های دولتی داره در درازمدت مدت من فکر میکنم به نفع همه مردم افغانستان هست به خصوص به نفع جوانا در افغانستان هست چون زمانی که این ای سنت در افغانستان شکسته شود که کس یک پست دولتی را یک موقف دولتی را یک امر شخصی نپندارد بدون شک ما به سمت میریم که در افغانستان سیستم ساخته میشه و زمانی که در یک جامعه و در یک کشور سیستم ساخته شد بدین معنا است که اونجا دیگه فرد مهم نیست و تصمیم جمع و جمع در آنجا از اهمیت بالایی برخوردار اما میشه. این در صورت خواهد شد که دو طرف به توافق برسند و این موارد و تنش ها باعث ایجاد بحران در کشور نشه در حالی که گفتگوها هم صورت میگیره اما تاکنون این گفتگوها هم نتیجه نداده پس از دید شما وقت گفتگو نتیجه نتانه داشته باشه چه راه دیگر وجود داره؟ آه، آه، ما امیدوار هستیم ما خوشبین هستیم مردم افغانستان هم منتظر یک نتیجه ایدئال هست گفتگو من فکر میکنم آخرین راه هست گزینه نظامی یا امنیتی کردن وضعیت در بلخ به هیچ عنوان نه به نفع حکومت در افغانستان هست و نه به نفع مردم در افغانستان هست من امیدوارم که حکومت هم با یک با, با توجه به یک سر واقعیت های عینی جامعه افغانستان با با توجه به وضعیت شکننده حاکم در افغانستان تلاششان بر ای باشه که از مذاکره را به عنوان آخرین گزینه از او استفاده بکنه و هیچ زمانی و در هیچ شرایطی و در هیچ مقطه راه مذاکره و گفتگو را بسته نکنه و از پس طرف پس باید حتی نشون بده حکومت هم آن خواستهایی را که آقای نور دارند این اگر قرار باشه این تا نشان بدهد من فکر میکنم بهتری است که از دو طرف انطاف تا نشان داده شود هم از, یک طرف حکومت بیاید تا حد در یک سر مسائل را کوتاه بیاید و از یک طرف او طرف آقای نورم با توجه به وضعیت شکننده کشور و با توجه به این که موقف های دولتی کرسه های دولتی مال شخصی مال تیمی هیچ کس در افغانستان نیست موقف های دولتی در اصل از آن مردم هست و مردم تصمیم میگیره که در کدام سمت و در کدام موقف کی باشه یکی صحبت هایی است که در مورد اعضای افغانستان صورت میگیره یکی عملکرد ها و واقعیت هایی است که وجود داره شما فکر میکنین افغانستان به کدام طرف روان است آینده افغانستان را چونی چیگونه شما ارزیابی میکنید <applause> با توجه به اتفاقات اخیر که در افغانستان افتاده و با توجه به سیاست های خارجی و داخلی که دولت افغانستان در پیش گرفته ما به عنوان یک جوان، ما به عنوان یک شهروند از بعض اقدامات شایسته و خوب حکومت وحدت ملی مثلا الکترونیکی ساختن حکومت در افغانستان که گام های ابتدایی در ایراسا برداشته شده مثلا نمونهش کمیسیون اصلاحات اداری در افغانستان هست که یک پروسه ملی مثل کانکور را به دوش ای کمیسیون انداختن و ای تا حد در شفافیت در پروسه ملی در برگزار شده برگزار شدن یک پروسه ملی به صورت شفاف و عادلانه کمک بیشایبه می کند ما از این اقدامات حکومت وعدت ملی استقبال می اما تأکید ما بر این هست تا زمان که دموکراسی در افغانستان نهادینه نشود مثلا یک از جنجال هایی که آخر خیلی در رسانه ها به شدت داغ هست مسئله توضیح تسکره های برقی در افغانستان هست تذکره های برخی بر اساس تا که ما در جریان هستیم و بر اساس اطلاعات اولیه و گزارشات اولیه ایر میرسانه که کمیسیون مختلط شورای ملی که مرکب از مشان جرگه و ولیس جرگه در افغانستان هست خب اما تره را تایید کردن که در اونجا هم واژه ملت باید ذکر میشد و هم واژه ملیت یعنی هم قوم و هم در کنارش ملیت ها ذکر میشد این به نظر ما به عنوان یک بهترین تصمیم بود که از طرف کمیسیون مختلف شورای ملی گرفته شد اما نمیفهم که به چی دلیل یک سر جریان های خاص که منافع خود را در افغانستان به تداوم اما در این مورد هم انتقادات وجود داره که این تصمیم دقیق نبوده بنابر عدم حضور بعض از وکلای مجلس نمایندگان در این کمیسون مختلط اما تاثیر ازی در کل چی گونه خواهد بود می خواهیم خیلی کوتاه بگویم که ما با کدام سمت روان هستیم آیا امید بر بهتر شدن اوضاع افغانستان وجود داره خیلی کوتاه با توجه به اقداماتی که رئیس جمهور در قسمت تعدیل تذکره های الکترونیکی یک فرمان دادن و با توجه به اتفاقات دیگه, دیگه که داره در افغانستان میفته باز هم ما خوشبین برای هستیم که سیاسیون ما نخبگان سیاسی ما ابتکار عمل به خرج بده و این بحران را بیای مدیریت بکنه و خیلی جای نگرانی ممنون. نیست ما امیدواریم که وضعیت بهتر شد ممنون از شما جمع خان پایا سخنگوی از همه هنگی اجتماعی مدنی جوانان افغانستان از حضورتان در بزار سلامت